درود بر آشقان ایران، زنان و مردان آزادی خواه میهنم. به اولین بسته خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید. اشتباه غیرقابل بخشش جمهوری اسلامی کار دستش داد. های یمن کار نظام را سخت و پیچیده کردند. و مصوبه ای که بلای جان مردم و بازنشستگان خواهد شد اعتراض گسترده اقشار مختلف جامعه اما قبل از مشروع این اخبار ویدیوهایی ببینید از جنایتی که جمهوری اسلامی در این سالها بر علیه مردم ایران مرتکب شده است اینجا محور همدان به رزن هست و نیروگاه همدان که شدیدن داره توش مازود سوزی انجام میشه شدیدن و دودی که ببینی تا کجا میره خیلی شگفت آوره یعنی این دود ببینی تا کجا رفته یعنی چندین صد کیلومتر رفته این دود نگاه خیلی جالبه یعنی نه تنها توی همدان بلکه تو شهرهایی مثل زنجان هم ممکنه که این دود آسیب برسونه به مردم در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم اشتباه غیر قابل بخشش جمهوری اسلامی کار دستش داد حوسی یمن کار نظام را سخت و پیچیده کردند به گفته ی منابع آگاه آمریکا در حال رایزنی با متحدان خود در خلیج فارس برای اقدام نظامی بالقوه علیه شورشیان حوسی است که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شوند. به گزارش بلومبرگ این رایزنی در پاسخ به افزایش حملات بقیهانه حوسی ها به کشتی ها در دریای سرخ صورت می گیرند. بنا به گفته این منابع مطلع این اقدامی برقاسا و کوبنده خواهد بود و حمله به حوسی مورد حمایت ایران در اصل گام بعدی از پلن بزرگ اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش است به گفته این منابع که نمیخواستند هویت آنها به دلیل حساسیت موضوع افشا شود مذاکرات در مراحل مقدماتی است و آمریکا و متحدان این کشور از میراسخ برای از بین بردن محور شرارت در منطقه دارند این حال رایزنی درباره برخورد با حوسی نشان می دهد که واشنگتن تهدید آنها را جدی تلقی می کند. جان فاینر معاون مشاور امنیت ملی آمریکا پنجشنبه شنبه 16 آذر گفت که دولت بایدن امکان اقدام نظامی علیه حوسی را رد نکرده و در حال حاضر تمرکز بر روی تشکیل یک ائتلاف دریایی برای تامین امنیت دریای سرخ است. دریای سرخ مسیر عبوری برای حدود 12 درصد تجارت جهانی است و بخش عمده از انرژی خاور میانه به اروپا از این راه می گذارد. جان فاینر در بخش دیگری افزود که حوسی ها بدون حمایت نظامی و اطلاعاتی قابل توجه ایران قادر به انجام این حملات نیستند به گفته ی پنتاگون لویداستین وزیر دفاع آمریکا پیام مشابهی را به شاهزاده خالد بن سلمان همتای خود در عربستان سعودی منتقل کرده است جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز میگوید که آمریکا در در حال مذاکره برای تشکیل یک گروه ضربت دریایی با حضور تعداد زیادی از کشورهاست تا کشتی ها را در دریای سرخ اسکورت کنند این اقدامات دیپلماتیک به دنبال مجموعی از حملات پهپادی و موشکی حسی ها علیه کشتی های تجاری که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط دارند صورت می گیرد و از دید این گروه شورشی یمنی اهداف قانونی محسوب می شوند در همین ارتباط یحیی سری سخنگوی شبه نظامیان یمن روز شنبه به همه شرکت های کشتیرانی درباره همکاری با اسرائیل هشدار داد و گفت که در صورتی که غذا و داروی مورد نیاز غذا تامین نشود همه کشتی های آزم اسرائیل در دریای سرخ هدف حمله این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت سخنگوی حوسی های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز شنبه 18 آذر گفت در صورتی که غذا و داروی مورد نیاز غذا تامین نشود همه کشتی هایی که در, در دریای سرخ آزم بنادر اسرائیل باشند صرف نظر از ملیت آنها هدف نیروهای مسلح ما قرار خواهند گرفت. همچنین در خبر مهم دیگر روزنامه تایمز از اشتباه تاکتیکی و غیر قابل بخشش جمهوری اسلامی پرده برداشت و به نقل از خلبانان نیروی هوایی بریتانیا که در خاور میانه معموریت دارند گزارش داد که نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در حال تسلیح حماس و حزب الله هستند این خلبانان میگویند هنگام گشت هوایی بر فراز سوریه و عراق نقل و انتقالات محموله های تسلیحاتی را شناسایی کردند که به نظر میرسد جهت گسترش حملات علیه اسرائیل برای حزب و حماس ارسال می شوند. جنگنده های تایفون نیروی هوایی بریتانیا سال هاست بر فراز منطقه پرواز می کنند. معموریت آنها مقابله با بقایای داعش بوده است. تایمز فاش کرده که این معموریت در ماه اخیر برای تحرکات گروه های وابسته به رژیم ایران در منطقه متمرکز شده است. یک منبع آگاه می گوید اطلاعات ارتش بریتانیا نشان می دهد محموله های موشک و سایر تسلیحات مشکوک در سراسر سر عراق و, سر و سوریه و لبنان برای حزب و در موارد دیگر برای حماس منتقل می شوند. حزب الله از آغاز جنگ در غزه که از 7 اکتبر بعد از حمله تروریستی حماس به اسرائیل آغاز شد، بارها با موشک و خمپاره مرزهای اسرائیل را هدف قرار داده است. یک منبع نظامی به تایمز می گوید هواپیماهای بریتانیا تلاش می کنند تحرکات گروههایی را که رفتار مشکوک دارند زیر نظر بگیرند. به گفته یک منبع نیروی هوایی بریتانیا ما گمان می‌کنیم که اینها ممکن است برخی از گروههای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی باشند که از طریق عراق و سوریه برای تقویت حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه و کرانه باختری مانور میدهند این منبع به این پرسش که چگونه حماس در غزه یا فلسطینیان در کرانه باختری می توانند این تسلیحات را در اختیار بگیرند پاسخ نداد یکی از مقامات ارشد گروه حماس مستقر در لبنان اخیرا گفته است که حماس کارخانههایی در غزه برای ساخت موشک و اسلحه دارد کارشناس کسان میگویند که حماس تسلیحات قاچاق شده از ایران به نوار غزه را از طریق تونل ها و قطعات موشک های بالستیک را از طریق دریا دریافت می کند. خلبانان بریتانیایی جنگنده های تایفون از فناوری نظارت تخصصی برای رصد گروه های نیابتی استفاده می کنند. تصاویر ضبط شده توسط این هواپیماها برای بررسی به تحلیلگران اطلاعاتی ارسال می شود. این خلبانان مجاز به شلیک به شبه نیستند مگر اینکه آنها تحت دی مستقیم برای نیروهای اعتلاف باشند روزنامه ی تایمز در ادامه می نویسد که از هواپیماهای تایفون برای یافتن شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران که به سمت پایگاه های اطلاف شلیک می کنند استفاده می شود. یک خلبان بریتانیایی که در قبرس مستقر است توضیح می دهد که از زمان حمله تروریستی 7 اکتبر به اسرائیل حملات به نیروهای اطلاف افزایش یافته است و گفت حملات به پایگاه های اطلاف که قطعا افزایش یافته و عمدتا از سوی گروه های مورد حمایت ایران است ممکن است از ما خواسته شود تا پشتیبان نیروهای زمینی باشیم یا رصد کنیم که گروههای نیابتی از کجا حمله می کنند این خلبان در توضیح مأموریت جنگنده های تایفون در منطقه گفت که آنها هر بازیگر بدی را که در منطقه فعال باشد زیر نظر می گیرند. شناسایی آنها کار دشواری است زیرا اغلب بعد از شلیک پیش از آن که شناسایی شوند از محل فرار می کند شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران در سالهای اخیر بارها نیروهای اطلاف در عراق را هدف قرار دادن. این خلبان می گوید به نظر می رسد در حملات اخیر از پهپادهای انتحاری ایران از جمله شاهد 136 استفاده شده باشد. یک منبع دفاعی تصریح کرد که تمرکز اصلی معموریت تایفون ها همچنان رسد کردن داعش و پشتیبانی از نیروهای زمینی در عراق و سوریه است. مصوبه ای که بلای جان مردم و بازنشستگان خواهد شد اعتراض گسترده اقشار مختلف جامعه با وجود گذشته چند هفته از تصویب ماده از لایحه برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی که در آن سن بازنشستگی ایرانیان افزایش می‌یابد همچنان اعتراض به آن ادامه دارد و یک رسانه حوزه کارگری اجرای آن را تیغ تعدیل بر تن نحیف فرودستان نامیده است خبرگزاری کارگری ایلنا در گزارشی در مورد نوشته است افزایش سن و سابقه بازنشستگی وضع صندوق را بدتر می کند هرچند ممکن است در کوتاه مدت آثار ناچیزی داشته باشد اما در بلند مدت بحران ناترازی را تشدید می کند بر این اساس با افزایش یک باره و یک جانبه سن و سابقه بازنشستگی توافقات پیشین میان بیمه کارگران و مزد بگیران و مدیریت صندوق دولت با یک تصویب ساده زیر پا گذاشته شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 28 آبان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ماده ای را به تصویب رساندند که در آن آمده به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه پردازان به ازای هر سال اضافه می شود. بر این مبنا حتی بیمه شدگانی که پنج ده یا 15 سال, سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و قرار بوده در یک زمان مشخص بازنشسته شوند هم حالا به سبب تلاش برای رفع ناترازی صندوقها باید بیشتر کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند این مصوبه با اعتراضات فراوانی روبرو شد تا آنجا که حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران 11 آذر از امضای یک تومار با سی هزار امضای کارگران و کارکنان صد بنگاه تولیدی استان در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی خطاب به شورای نگهبان و برای درخواست رد آن خبر داده بود با این وجود ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دوازده آذر ماه از احتمال همراهی نهادهای حکومتی شورای نگهبان با دولت جمهوری اسلامی برای رد مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان به دلیل نبودن منابع مالی خبر داده بود هرچند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی که بر اساس قانون وظیفه حمایت از حقوق کارگران را رو دارد نهم آذر ماه از این مصوبه دفاع و آن را اصلاحات توصیف کرد اما در مقابل دو فعال کارگری ده آذر ماه دولت‌های مختلف حکومت ایران را عامل اصلی بحران در صندوق‌های بازنشستگان دانستند علی رضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به اینکه برای حل بحران باید ریشه های آن را پیدا کرد و سپس راه حل ارائه داد افزوده بود بحران در صندوق‌های بازنشستگی از جمله بزرگترین آن صندوق تأمین اجتماعی را دولت های جمهوری اسلامی ایجاد کردند. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه ها در بریتانیا و ساکن لندن نیز در مورد وضعیت جدید صندوق تامین اجتماعی گفته بود که این صندوق در ابر بحران های گیر کرده که خروج از آن با ادامه سیاست های موجود به مرز ورشکستگی کامل نزدیک می شود. یاران و همراهان عزیز فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های یه خبری به شما عزیزان رو داره. با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسانه تیم تحریریه که باشید. روز بر خوش پاینده ایران.